ضمن اینکه تشکر میکنم از برگزار کنندگان این جلسه و عرض سلام و ادب دارم هموطنان عزیز که در این جلسه حضور دارند. من 15 دقیقه وقت دارم که در مورد رسانه ها، در مورد عرض کنم که افکار عمومی و در مورد جنبش عرایزی رو خدمتون ارائه بدم. در مورد افکار عمومی یه چیزی رو که من فکر میکنم بد نیستش که بهش بپردازیم، به نظر من به عنوان یکی از دلیل های اصلی که وضعیتی که ما درش هستیم این هستش که مسائلی که واقعا بسیار پیش پا افتاده و ابتدایی هستن شاید به اندازه کافی برای یک حد اقل لازمی در جامعه ما جا نیفتاده. نه اینکه شعور و فکر سیاسیش نداشته باشن، بسیار پیش پا افتاده و ساده است ولی جا نیفتاده و بیشتر به نظر من به علت خودسانسوری و سانسورهایی هستش که وجود داره. اگر که مثلا فرض بکنیم که در این رژیم بپرسیم از مردم یک سنجش آرای بکنیم که آیا راضی هستیم از وضع این وضعی که موجوده، آیا وضع خوبی هست، آیا این بدن وطن ما این بدن سالمیه، بدن سرحالیه، بدن شادابیه، قریب به اتفاقشون خواهند گفت که نه نیست، بیمار هست. حالا برای اینه که مقدار ملموس بشه فرض بکنید که یک مریضی است، یک بیماری است که مثلا فرزند سینه پهلو مبتلا شده، فرض کنید که اون بیمار عزیزمونه، جگرگوشمونه، فرزندمونه، سینه پهلو کرده، زاتوریه کرده، در ریش چرک میکروب انگل هستش و اونجا تب داره و علاوه بانینی که داره تب داره، سرفه میکنه. خب حالا آیا ما به عنوان پدر و مادر، به عنوان این که این عزیزمون اون گوشه نشسته، دست روی دست میشینیم و که این همونجور اونجا از تب بسوزه و پرپر بزنه، این که نه یه کاری میکنیم، دل میسوزونیم واسه این مریضمون؟ خب نه، البته این مریض رو میبریم پیش دکتر، پیش متخصص. آیا میبریم پیش دکتری که فقط بلد باشه که شربت سینه تجویز بکنه، فراتر از اون نتونه بره، فقط بلد باشه تبر و ضد سردرد و اونجور چیزا تجویز بکنه و نسخه بیشتر از اون رو حتی در مخیلش هم نگنجه که بابا یک چرکی هست، یه میکروبی هست، به اون ریشه بپردازیم، بلکه بشه اون ریشه رو ریشه کم بکنیم که تمام این عوارض جانبی هم برطرف بشه. خب پس چطوره که این مریضمون رو به عنوان یک به اصطلاح عزیزمون، یک جگرگوشمون ببریم پیش یک کسی که واقعا میتونه یک درمان ریشه‌ای ارائه بکنه به ما؟ این بدن بیمار وطنمون رو به کجا واقعا باید مراجعه بکنیم واسه این که این چرک ولایت فقیه خشک بشه، این میکروب ولایت مطلقه عرض کنم که سلطنتی و غیر ازالک خشک بشه از این کشور ما؟ به نظر من بسی که با یک نگاه ریشه‌ای رجوع بکنیم به تنها ابرقدرت دنیا، واقعا باید مراجعه کرد به تنها ابرقدرت دنیا. قدرت نه به معنای زور، به نظر من تنها ابرقدرت دنیا، تواناترین ابرقدرت دنیا در حال حاضر افکار عمومی هستن. فکر من، فکر شما، افکار ما، وقتی که ما بر هم در میآمیزیم این افکار عمومی، مجموعه ما میتونه واقعا خونخوارترین و سهمگینترین رژیم ها رو هم از جاش بلند بکنه و عرض کنم که به کنار بیاندازه. خب این فکر من، این مغز من، این به عنوان مثال یک کامپیوتری شما در نظر بگیرید که یک سخت افزاری و یک نرم افزاری داره. این نرم افزار، اون اندیشه راهنما، اون بمایه تفکر و تعقل در افکار عمومی ما چیست؟ آیا این نرم افزار به قدرت و زور هستش که اصالت میده، یا اینکه نه به آزادی و آزادگی هستش که اصالت میده؟ آیا این عرض کنم که نرم افزار به خشونت، به زور هستش که اصالت میده، یا اینکه نه به صلح، دوستی، عشق، عدالت اجتماعی؟ آیا این نرم افزار، آیا این نظام عامل، این به عرضم به خدمت شما وابستگی و دریوزگی هستش که اصالت میده، یا اینکه خیر به استقلال، به آزادگی، به خودانگیختگی هستش که اصالت میده؟ و اینجا هستش که این افکار عمومی وقتی که با هم در بیامیزند میتونن واقعا کاری بکنن، کارستان اون بیمار وطن رو دوا بکنن. اگر که قرار باشه که از قسمت اول عرایز من خدمت شما که در مورد افکار عمومی بود یک پیام رو با خودتون ببرید و اون رو میتونم این توصیه بکنم بهتون که افکار عمومی واقعا تنها ابرقدرت دنیا هستند. محل عمل ما نه بین قدرت داخلی و قدرت خارجی، دست آز و چشم نیاز داشتن به قدرت ها هستش، بلکه
محل بر ما در میان مردم هست و این افکار عمومی واقعا هستن که اون قدرت تنها ابرقدرت، قدرت نه به معنای زور، در دنیا به نظر من وجود دارد. خب حالا در مورد مطلب بعدی در مورد رسانه ها، حالا این فکر من، فکر شما، این افکار عمومی باید یه جوری با هم دیگه در بیامیزیم. اون وسیله، هر وسیله‌ای که باعث میشه که من با شما ارتباط برقرار بکنم، ما هسته‌هایی رو بسازیم و به تبع اون با هسته‌های دیگه، با مردم دیگه، با ملت‌های دیگه بتونیم ارتباط برقرار بکنیم، اونا رسانه‌ها هستن، وسایل ارتباط جمعی هستن. در چند دهه پیش این رسانه ها بیشتر از اعلامیه پخش کردن و پولیکوپی و استنسیل و اونجور چیزا نبودن، و ولی الان بی نهایت واقعا وسایل در اختیارمون هست. کیه که دیگه در این جمع واقعا ایمیل ندونه چیه، یا اینکه حتی خودش چندین حساب ایمیل نداشته باشه؟ کیه که ندونه که فیسبوک چیه، جیمیل چیه، جی پلاس چیه، توییتر چیه، تلفن های همراه چیه، تکس چیه، اس ام اس چیه؟ اینا وسایل رسانه‌ای و وسایل ارتباط جمعی در حال حاضر مهیا هست که به سادگی در دسترس همه ما هست، مجانی و یا به صورت بسیار ارزان، که ما میتونیم افکارمون رو به همدیگه بپیوندونیم، افکار عمومی در داخل کشور، در خارج کشور ایرانیان و افکار عمومی ایرانیان در سراسر دنیا با مردم تمام دنیا، و یک حساسیتی رو بیافرینیم در مقابل نقض حقوق بشر. هر کجا به هر بشری، هر حقی از هر بشری نقض شد و بهش تجاوز شد، همه ما به اعتراض برخیزیم. کما اینکه در مورد زندانبند 350 زندان اوین این کار رو به خوبی انجام دادیم. آیا میشد بهتر انجام بدیم؟ 100%. و اینطور هستش که آقای رهبر دستش توی حنا و توی پوست گرده بود. الان شما مقایسه بکنید با فاجعه ملی دهه 60، وقتی که آقای قاضی شهر، وقتی که آقای رئیس زندان اوین از آقای لاجوردی اسم برده شد، اومد پشت تلویزیون رسما گفت اینایی که تو زندان هستن اینا محاربن، اینا مفسد فلرزن، در نتیجه هیچ وکیلی نمیتونه جرأت بکنه بیاد از اینها دفاع بکنه، برای اینکه اگه این کار بکنه خودش هم محارب و مفسد فلرز خواهد بود. ولی الان چی شد؟ الان میاد میگه که نه، ما کاری نکردیم، رفتیم تماشا کردیم، بازرسی کردیم، این چیز جزء قوانین هست. شروع کرد خلاصه به قول معروف به ماسمالی کردن قضیه به زبان ساده، در صورتی که اینو لازم نداشتش 3 دهه پیش. پس ما میتوانیم با دمیختن با افکار عمومی، افکار عمومی ایرانی و غیر ایرانی، حساسیت بیافرینیم در افکار عمومی که اسلحه در دست سرکوبگر بی اثر بشه، خشونت زدایی بکنیم. از قسمت دوم عرایض من اگه قرار بشه که یک پیغام رو با خودتون ببرین، اون این هستش که از بی نهایت ابزاری که در دسترسمون هست، از بی نهایت روش هایی که در دسترسمون هست که از این رسانه ها استفاده کنیم، واقعا بی نهایت میشه خلاقیت به خرج داد و میشه از اینها استفاده کرد، به صورت ایمیل های انبوه، به صورت فیسبوک و به صورت غیر وزارت نقش پیدا کرد در ساختن سرنوشت خودمون. یک محشر کبرایی درست بکنیم که به محض اینه که این رژیم پاشو کج میذاره در عرض کنم که نقض حقوق بشر، هر بشری، حتی اگر که اون بشر ما موافق فکر و عقیده و دین و مرامش هم نباشیم. خب این منو میرسونه به مبحث سومم که جنبش. اینه که این کارا رو بکنیم، یعنی جنبش، جنبش به معنی منفعل نبودن، به معنی زنده بودن، به معنی سرحال و شاداب بودن، شاد بودن. آخه بابا ما چرا بایستی که در دنیا رتبه 115 رو داشته باشیم در شادی و خوشحالی؟ چرا نباید در اون 10 اول باشیم؟ چرا نباید در اون 5؟ چرا اصلا نباید اولین باشیم در دنیا از خوشی و شادی؟ چیه ما کمه از اون کسی که رتبه اول رو در دنیا داره از لحاظ شادی که ما نتونیم این کارو بکنیم؟ چرا زنده نباشیم؟ چرا در تلاش و تلاطم نباشیم؟ چرا آرام نگیریم؟ ما زنده از آنیم که آرام نگیریم. موجیم، موجیم که آسودگی ما عدم ماست. آسوده نباشیم، منفعل نباشیم، بی خیال نباشیم نسبت به سرنوشت خودمون. خب وقتی که در جنبش داریم راجبش صحبت میکنیم، این قسمت آخر عرایض من، خب کی بکنه؟ آیا رئیس جمهور
بکنه فقط و هیئت وزیران بکنن، آیا وکلا بکنن، وزرا بکنن، آیا رئیس تصریف مصلحت رو بریم دنبالش بیاد بلکه یه کاری انجام بده، آیا بریم عرض کنم که سراغ حتما احزاب، حتما تشکیلات، اونا یه کاری بکنن. ما بایستی که به خودمون با اعتماد به نفس فردی، با اعتماد به نفس جمعی خودمون این جنبش رو انجام بدیم. همه کسان، همه ماها بایستی که این تلاش جنبش رو انجام بدیم. این فعالیت، این زنده بودن، این جنبش کردن همه کسانی است. خب این همه کسان کجا این کارو بکنن؟ در داخل مملکت، در خارج مملکت، فرقی نمیکنه. هر جایی، هر قلم روی رو ما باید بتونیم تصرف بکنیم برای فعالیت، برای زنده بودن، برای حیات و برای حی و حاضر بودن. هر قلم روی رو در فضای مجازی بی خطر به راحتی میشه تصرف کرد و این پیغام رو رسوند به بقیه افکار عمومی. پس شد همه مکانی، شد همه کسانی. و وقتش کیه؟ آیا بعد از اینه که خرداد 88 اومدیم توی خیابون‌ها و آن شد که شد، یه درختن منفعل شدن، اومدیم توی خیابون‌ها به شکل دیگری در خرداد 92 و آن شد که شد و حالا مردم مایوس شدن و حالا به یه عده دوباره بیشتر منفعل شدن و ریزش داشته که رویش نداشته، آیا دوباره صبر بکنیم تا خرداد 1396 که باز دوباره در چند ماهی که به اون خرداد منتهی میشه، این ریم ما رو در چارچوب بین یک دو تا سنگ آسیاب بد و بدتر قرار بده و در واقع ما خودمون قرار بدیم در اون زندان زندانی بکنیم که از ترس بدتر بریم یک بدی رو انتخاب بکنیم که حالا 4 سال بیاد واسه ما معجزه بکنه؟ از این امامزاده معجزه بر نمی آید. بایستی که به خودمون استوار باشیم. دوباره عرض میکنم، با اعتماد به نفس ملی، با اعتماد به نفس فردی هستش که ما میتونیم همه مکانی، همه زمانی و همه کسانی. و بر زمانش یه تأکیدی میکنم در این چند دقیقه که از وقتم باقی مونده. الان ببینید، همینطور که به خوبی گفتن سخنرانای قبلی، بحران اتمی رو باهاش روبرو هستیم. 3 تا بحران بزرگ این رژیم تو دامن ما گذاشته. بحران گروگان‌ها رو با نقره داغ کردن به قرون آقا مردم ایران تموم کرد. بحران پایان ندادن جنگ رو به موقع خودش و نپذیرفتن صلح صدام رو با سرکشیدن جام زهر تموم کرد. بحران سومی که از اولش اصلا جام زهر بوده، از اولش میلیارد ها دلار همینجور ضرر داده می شده، اینم تاریخ مصرف داره، اینم تاریخ مصرفش تموم شده و مجبور هر جوری که شده این بحران رو هم تموم بکنه. گفتم همه مکانی، همه کسانی و همه زمانی. و تاکید بر زمان، زمان زبان مهمی است به نظر من، به خاطر اینه که بعد از اینه که این بحران تموم میشه، یک پنجره باز میشه، یک روزنه باز میشه واسه تنفس، تا بعد از اینه که بحران دیگه این رژیم بسازه دستش یه کمی توهیه و اصلا دستش هم بسته است. یه دقیقه بیاندیشیم با خودمون، آیا واقعا این رژیم به اندازه 30 سال پیش میتونه توانایی داره که اون بحران‌های عظیم بین المللی رو درست بکنه؟ نه، واقعا نمیتونه. در نتیجه این پیغامی رو که میتونم خدمت شما عرض بکنم در مورد قسمت سوم عیارزم که با خودتون از این جلسه ببرید، این که جنبش همه کسانی، همه مکانی و همه زمانی است. یه چیز دیگه هم اضافه میکنم، کاری هم نداشته باشیم که اسمش چیه. اصلا چی کار داریم که اسمش چیه؟ اصلا اجازه ندیم کسی بهش عنوان و تیتر بده که آقا جون این انقلابیه، این گذاره، این گذره از رژیمه، این اصلاحاته، این تحوله، تحول طلب و من انقلابیم. اصلا نذاریم، اجازه ندیم ما را در بازی لغات این رژیم بازی بده. کارمون انجام بدیم با استفاده از رسانه های مردمی، با استفاده از درامیختن عرض کنم که افکار عمومی در داخل کشور، مهلت سرخاروندن ندیم به این رژیم. هر جا که هر حقی به تجاوز شد ما برخیزیم، بیستیم، عصیان بکنیم به زورمدار، اسلحه رو در دست خشونتگر در و زورمدار بی اثر بکنیم. عرضم به خدمت شما، ما در فرهنگمون دو جواهر داریم، دو معدن، معدن جواهر داریم، معدن آزادی، معدن استقلال، ولی متاسفانه ما روی زمین نشستیم و به قول مولانا داریم پاره دوزی میکنیم، که میگه پاره دوزی میکنی در این دکان، زیر این دکان تو مدفون دکان، کان آزادی، کان استقلال. ای ز نسل پادشاه کامیار، با خدای از پاره دوزی شرم دار.
متشکرم از شما.